بسم الله الرحمن الرحیم. ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود، این بحث با ثلاثه غساله می رود. می ده که نوروز چمن حد حسن یافت، کار این زمان ز صنعت و لاله می رود. شکر شکن شوند همه طوطیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. خدمت حافظ دوستان و حافظ پژوهان فریخته سلام عرض می کنم و همچنین از جناب آقای دکتر قزوه برای طرح و اجرای این برنامه تشکر می کنم و مراتب قدردانی خود را تقدیم می کنم. خدمت بزرگواران اساتید گرامی عرض کنم که رساله دکتری این جانب بررسی تحقیقی و انتقادی شروح و ترجمه های دیوان حافظ در زبان اردو بود که سال 1387 در دانشگاه پنجاب پاکستان من از این رساله دفاع کردم. طی این نگارش این پایان نامه، تحقیق و تدوین این پایان نامه، خب مسائل زیادی رو خوشبختانه تونستم در پیرامون بحث حافظ شناسی و مطالعات حافظ جمع‌آوری کردم که حالا یه بخشی رو من اینجا خدمت شما در مورد معرفی نسخه های مهم ترجمه و شرح دیوان حافظ در زبان اردو خدمت شما ارائه خواهم کرد، معرفی خواهم کرد. در ابتدا یک مقدمه خدمت شما عرض میکنم و بعد از اون خیلی سریع با توجه به ضیق وقت عناوین مهم رو ارائه خواهم کرد. میدونیم که بیشتر تذکره نویسان عقیده دارند که حافظ قصد سفر به هندوستان را کرده بود، اما تحقیقات جدیدتر این ادعا را رد کرد. شهرت حافظ در شعر و شاعری خاصه در سرودن غزل در اواخر قرن هشتم به سرتاسر جهان فارسی به ویژه هندوستان رسیده بود. در عهد حافظ در جنوب هندوستان موسوم به دکن، سلطان محمود بهمنی که مردی با کمال لایق بود حکومت میکرد. وی مردی علم دوست بود و علما و دانشمندان از دور دستها برای بهره بردن از داد و دهش او رو به دربارش می نهادند. سلسله های ایرانی بر قسمت اعظم هندوستان آن زمان حکومت می کردند و فارسی زبان دربار و علم و ادب در آن دیار به شمار می رفت. یکی از راه های برقراری ارتباط های فرهنگی بین دو خطه ایران و هندوستان رفت و آمد تاجران و برخی علما و صوفیان بود. درباره همان افسانه سفر یا قصد سفر حافظ به دکن برخی از تذکره نگاران نوشتند که میر فضل الله ایندو وزیر دربار دکن توسط یک تاجر زاد راهی برای حافظ فرستاد. این مطالبی که عرض می‌کنم از کتاب‌های مختلفی که در هندوستان چاپ شده از من جمله شعر العجم شبلی. یکی از عارفان روزگار سید اشرف جهانگیری که در شهر کچوکای هند خانقاهی داشت و به ترویج عقیده چشتیه در هندوستان مشغول بود، در جریان یکی از سفرهاش که به ایران داشته با حافظ ملاقات کرده و همو در لطایف اشرفی بیان کرده است که حافظ را لسان الغیب میگویند. به هر حال حافظ در دوره زندگی خود به محافل ادبی هندوستان هم معرفی شد، کمان که میدونیم که حافظ در سراسر ایران و در سرتاسر ایران فارسی در زندگی خود شهرت بسزایی داشت و برای همین بود که از حافظ برای رفتن به هندوستان دعوت به عمل اومد. و اما باز هم این داستان رو هم میدونیم که حافظ این سفر رو رد کرد. به هر حال حافظ در زمان خود و به ویژه پس از زندگی پرمایه خود به خصوص به ویژه در هندوستان شهرت بسزایی داشت و ادیبان و بزرگان بسیاری
در مورد حافظ ارادتهای خود رو بیان کردند. بنابراین داس خوشگو صاحب تذکره معروف سفینه خوشگو در مورد یک از اجداد خود که در زمان اورنگزیب عالمگیر در قرن 17 میلادی در خدمت جهانزیب بانو بیگم دختر داراشکوه بوده، می نویسد که او همیشه دیوان حافظ را در بغل داشته و پدر خوشگو هم که افسر توپخانه شاهی در اجمیر بوده، هر شب جمعه نذر خواجه حافظ به مسکینان و فقرا قضا می داده است. این رو مقدمتا عرض کردم. میدونیم که یعنی پس از حافظ نسخه های زیادی از دیوان حافظ در شبه قاره سنساخ شده، نوشته شده و اولین چاپ دیوان حافظ هم توسط ابو طالب خان اصفهانی در 1206 هجری قمری در کلکته به چاپ رسیده است که قابل توجه است که این نسخه 50 سال پیش از آن که در ایران نسبت به چاپ دیوان حافظ اقدام شود به زیور طبع آراسته شده است. نسخه هایی که دیگه ای که مشهورند و از دیوان حافظ در هندوستان به چاپ رسیدن، مثل دیوان حافظ به اهتمام محمد رحمت الله در 1902 میلادی، نسخه ای که بدرالدین اکبرآبادی با نام شرح دیوان حافظ و یعنی بدرالشروح رو در سال 1988 میلادی از دهلی نو به چاپ رسونده است، ببخشید در 1254 هجری قمری به چاپ رسونده است. سیف الدین ابوالحسن عبدالرحمن لاهوری متخلص به ختمی در 1026 قمری مرج البحرین را در شرح غزلیات حافظ چاپ نوشت و به چاپ رسوند و در این مورد ما به منابعی به نسخه های زیادی میتونیم اشاره کنیم. شرح دیوان حافظ محمد یحیی بن عبدالکریم لاهوری در 1077 قمری و بسیار دیگر. اما نسخه هایی که در یعنی ترجمه و شرح دیوان حافظ به زبان اردو هست، بخوایم اگر نام ببریم، دیوان حافظ مترجم که از یک مترجم نامعلوم هست، نسخه ای که بنده گشتم و پیدا کردم دو نسخه از این در کتابخانه پنجاب دانشگاه پنجاب لاهور بود، متاسفانه من موفق نشدم، یعنی با توجه به تحقیقی کردم مترجم مشخص نشد، اما مشخص است که این ترجمه در اواخر قرن 19 و حوالی قرن 20 انجام شده. متن فارسی غزلیات همان متنی است که بعدها توسط خواجه عبدالله اختر و ابو نعیم عبدالحکیم خان نشتر جالندری و غیره در ترجمه های خود از اون استفاده کردند. 578 غزل و تحت عنوان متفرقات، یک ترکیب بند شش بندی، یک ترکیب بند هفت بندی، 5 ساقی نامه، 1 مثنوی، 1 مخمس و 75 رباعی در این نسخه وجود دارد. نسخه دیگه از ترجمه دیوان حافظ، یعنی ترجمه منصور دیوان حافظ که یکی از مشهورترین ترجمه هاست از خواجه عبدالله اختر امرتسری که 1912 اون رو تألیف کرد مرحوم خواجه عبدالله اختر. خواجه عبدالله اختر در زمینه بیدل شناسی هم مشهور، ایشون کتابی به نام بیدل هم داره و این که یعنی ایشون هم نسخه از دیوان حافظ رو ترجمه کرد که دارای دو بخش است. بخش اولش زندگی نامه حافظ رو ایشون نوشتن و اطلاعات جالبی از زندگی حافظ به هر حال جمع‌آوری کرده. دو، محاسن کلام حافظ رو، یک مطالعه تطبیقی و انتقادی است. سه، کلام حافظ تلاش و جستجو، یعنی ذیل عنوان این هست. و نصایح و موضوعات کلام حافظ، فال نامه لسان الغیب، این یعنی بخش اول هست. در بخش دوم کتاب هم شامل غزل ها، اشعار متفرقات، غزل ها و قصایدی که در اکثر نسخه ها نبود، یعنی دو بخش کرده اینو.
در کار ترجمه به زبان اردو مترجم خود را پایبند به شیوه خاصی از ترجمه نکرده و در هر جا به هر طور که مناسب تشخیص داده گاهی ترجمه لفظی، گاهی مفهومی و گاهی بینابین ترجمه کرده است. این ترجمه از معروفترین و مقبولترین ترجمه های دیوان حافظ در شبه قاره به شمار میاد. ترجمه بعدی رو شخصی به نام محمد عنایت الله، پروفسور گوردن کالج راولپندی در 1343 قمری به چاپ رسونده. در این ترجمه مترجم قبل از کار ترجمه مقدمه مفصل به عناوین مختلفی پرداخته که به عنوان شعر و شاعری، اجزا و لوازم و شرایط شعر، شعر فارسی و غیره میشه در اون اشاره کرد. در این بحث مترجم بدون اشاره به مأخذ سخن خود، یعنی تو این بخشی که عرض کردم، و احتمالاً سخندان فارس محمد حسین آزاد رو در نظر داشته به این موارد اشاره کرده. 578 غزل، یک ترکیب‌بند شش بندی و یک ترجیع‌بند هم هست، نسخه اون نسخه‌ای که عرض کردم خدمت شما که مترجمش مشخص نیست، یعنی متن فارسی غزلیات حافظ از اونجا با اون یکی هست. نسخه چهارم که باز هم از شهرت خاصی برخوردار هست، دیوان حافظ مترجم از قاضی سجاد حسین است که در 1973 چاپ شده. باز هم این ترجمه هم از ترجمه های بسیار مشهور، معمولا از این ترجمه به دلیل اختصارش زیاد یاد میشه و از این استفاده میشه. تعداد غزل ها در این نسخه از دیوان حافظ در اصل 633 غزل هست و متفرقاتی هم داره که 4 ساقی نامه، 1 مسدس ترکیب بند، 30 قطعه، 1 مثنوی و 5 قصیده. نکته ای هم که اینجا تو پرانتز بخوام عرض کنم این است که معلوم نیست که این دوستان، این برحال مترجمین از چه نسخی استفاده کردن و این همه تعداد غزل حافظ رو چجوری از کجا و به این همه اشاره نکردن، و در این مورد هم که این دیوانی رو که انتخاب کردن برای ترجمه هم من جایی ندیدم که مثلا حداقل قاضی سجاد حسین اشاره کرده باشه. ترجمه های بعدی ترجمه های منتخب از دیوان هست، یعنی بخشی هست. آقا محمد باقر در 1949 ردیف میم غزلیات حافظ رو ترجمه کرده و یک مترجم نامعلوم که اسمش باز مشخص نیست 79 غزل ردیف میم رو هم ایشون هم ترجمه کردن. و دیگر ترجمه هایی که هست مشهور هستن، ترجمه محمد یاسین از کل دیوان حافظ هست، ترجمه دیوان حافظ از میرزا جان دهلوی در 1907 و ترجمه دیوان از حافظ از شخصی ناشناس به زبان اردو که در 1326 قمری ترجمه شده و توسط محمد سعید از لکنو به چاپ رسیده است. این نسخه های ترجمه منصور که بسیار مشهور هستند. نکته ای که باز قید عرض کنم که نسخه های از دیوان حافظ هست، ترجمه های منظوم دیوان حافظ که قابل توجه هست، که یعنی سعی کردن به زبان اردو، به شعر اردو اونها رو بیان کنن. از این ترجمه ها آینه معرفت شیخ غلام حیدر شامل 42 غزل، تحفه دلکش منتخب غزل های حافظ، دیوان حافظ حافظ محمد عبدالله فیصل آبادی، غزل های حافظ مولوی محمد تفضیل حسین احمد آبادی در 1303 هجری قمری. اما از این نسخه، یعنی ترجمه های منظوم، از مهمترینشون بخوایم نام ببریم، یکی توسط عبدالله خان کاکر عسکری در، یعنی کل نسخه از 1919 تا 1927 چاپ شده، ایشون به شعر اردو اینها رو ترجمه کرده. او به هر بیت از دیوان حافظ به دیده عرفان نگریسته و سعی کرده در هر صورت آن بیت رو از دیدگاه عرفانی تشریح کنه و باز هم با دیدگاه عرفانی اون رو ترجمه کرده. نسخه مهم، یعنی
ترجمه منظوم است به نام ترجمان الغیب از مولوی محمد احتشام الدین حقی دهلوی که در سال 1375 هجری قمری اینو ترجمه کرده، 600 غزل از دیوان حافظ رو ترجمه کرده، بحث مفصل و عالمانی در باب ترجمه در آغاز کتاب آورده و سپس یکی یک غزلهای حافظ رو ترجمه کرده و سعی کرده در اکثر غزلها که قافیه و یا ردیفی که اصل شعر فارسی داره اونها رو در اردو هم رعایت بکنه. انشاءالله من چند بیتی رو از ترجمه منظوم آقای محمد احتشام الدین حقی تقدیم خواهم کرد. از ترجمه های منظوم دیگه رباعیات حافظ شیرازی، ترجمه منظوم به اردو از راگوندر راو جذب هست، یک هندو که ایشون هم رباعیات حافظ رو به اردو ترجمه کرده و با الفبای هندی و دیوناگری یا همون هندی هم نگارش کرده. از شعرای معاصر که اقدام به ترجمه منظوم دیوان حافظ کردن میتوانیم از دکتر خالد حمید نام ببریم که ایشون ساکن آمریکا هستند و در سال 1997 300 غزل از دیوان حافظ رو ترجمه منظوم کرده. ایشون غزلهای از امیر خسرو دهلوی و قالب دهلوی رو هم به اردو ترجمه کرده. چند شرح هم هست، از شرح‌های بسیار مشهور میتونیم شرح گلبن معرفت از محمد اسماعیل خان اشاره کنیم و یک ترجمه یعنی شرح دیوان هست لسان الغیب از میر ولی الله ادیب ابتابادی که باز از این کتاب رو، این شرح رو باید از مشهورترین شرح‌هایی که به شمار آورد که در زبان اردو انجام شده. 582 غزل را ایشون مورد شرح قرار داده، البته ترجمه و شرح. شرح و ترجمه دیگر هم از حکیم مظفر حسین اظهر دهلوی رو داریم. شخصی دیگر به نام رازی هم ترجمه کرده، ملک سراج الدین هم ترجمه و شرح دیوان حافظ رو انجام داده و شمس بریلوی دیوان حافظ رو شرح کرده و مهمترین شرح‌ها رو من خدمت شما عرض کردم. باز در سال 2003 یک نسخه جدیدترین نسخه شرح دیوان حافظ رو یک آقای به نام سید اصغر علی شاه جعفری که یک وکیلی بود ترجمه کردن. خوشبختانه من تونستم با ایشون ملاقات بکنم و نسخه ای که چاپ کرده بودن رو با امضای ایشون البته خریداری کردم و به امضای ایشون رسوندم و البته سعی کردم که بعداً با ایشون ارتباط بگیرم و در مورد نحوه کارشون و کارهایی که انجام دادن رو ازشون این مصاحبه کنم. متاسفانه وقت ندادن و به هر حال دیگه بعد از اون در چه حالی هستن کجا هستن اطلاعی ندارم، چون همون وقتم حدودا سنشون بالای 70 سال بود. به هر حال این آخرین اثرم هست، یعنی از کاری که ترجمه و شرح دیوان حافظ به زبان اردو هست. توجه به حافظ و حافظ شناسی در شهر قاره کاری که روز به روز نیست، بسیار همیشه بسیار مورد توجه بوده است. من فقط برای حسن ختام دو سه بیت از ترجمه های منظوم احتشام الدین حقی دهلوی از ترجمه غیبش خدمت شما عرض میکنم. توجه بفرمایید، ببینید. غزل معروف: جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. بر وزن مفعول فاعلاتن، مفعول فاعلاتن. حالا دقت بفرمایید: جان کو به غیر جانا میل جهان نهی ہے، جانا نهی ہے جس کا جانو که جان نهی ہے. اس دلستان کو جتنا ڈھونڈا نشان نپایا، ہم بے خبر ہیں کچھ اس کا نشان نهی ہے. دقت بفرمایید، مترجم محترم در ترجمه منظوم وزن غزل حافظ رو هم سعی کرده
رعایت بکنه، یا در یک غزل دیگه تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. می و میخانه کجب تک که نشان باقی هست، سرم سودای در پیر و مقام باقی هست. حلقه پیر و مقام کان داله از ازل تا ابد اپنی هی صورت نشان باقی هست. و آخرین، یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. های بودن که تر کوچه هیمه منزل تی، خاک در ستری آن کن کزیا حاصل تی. دوستانی که اردو زبان هستند، این حرف بنده رو تصدیق خواهند کرد که شاعر نه تنها یعنی وزن شعر رو حفظ کرده، بلکه تا حدود زیادی آرایه های ادبی و اون مقصود شاعر رو هم در این اشعاری که من تقدیم کردم رعایت کرده. حافظ شناسی در شبه قاره به تحقیقات گسترده تری نیاز داره و حافظ و شعر حافظ در گوشت و پوست مردم هندوستان، پاکستان و شبه قاره نفوذ کرده و ادیبان این خطه بینام حافظ و بدون توجه و استعانت از کرامات معنوی حافظ شعر نمیگن و شعر دوستی نمی کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.